بیا تو. میدونی چی شده؟ تو جنگل یه جسد بی هویت پیدا شده و کسی که زنگ زده گفته قاتل محمده. محمد؟ کدوم محمد؟ اون وکیلی که با تو کار میکنه، محمد کاتمانجی. چطور همچین چیزی امکان داره؟ چه میدونم، باید بررسی کنیم ببینیم واقعیت داره یا نه. محمد رو دارن میارن اینجا. خیر باشه، با من کار داری؟ کمیسر ظفر گفته شما رو ببریم پیشون. ببینم اتفاقی افتاده. ما چیزی نمیدونیم آقا محمد. خیر، خب بریم بریم. سلاح همراهتونه؟ همراه همه. باید از اسلحتون آزمایش بالستیک بشه. لطفاً مامو بیاید. خوش اومدین خانم. سلام. سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟ من میخوام برم مولدوا، باید بلیت بخرم. اولین پروازتون برای کیه؟ اجازه بدین چک کنم. برای امروز هست یه پرواز. آره همین خوبه. آره اما راستش پره، فقط بیزینس کلاس جا هست، اشکالی نداره؟ اشکالی نداره. چقدر میشه؟ 1200 لیر. بفرمایید. یه مشکلی تو سیستم پیش اومد، من همین الان برمیگردم. اون خانومی که اومده اونجا این اسکناس رو آورده. خوش آمدید. الان کارتون رو انجام میدم. این پول از کجا آوردی؟ من اینا رو همین الان از بانک گرفتم. چطور؟ از این پولا بازم داریم؟ نه، فقط همینه. چند لحظه منتظر باشین تا بلیتتون رو صادر کنم. خانمی که اومده پولاش تقلبیه. الان اسکناساشو بردم دادم به مدیر. جناب مدیر رفت. پیدا کردی؟ پیدا کردم، پیدا کردم، اما اون پولا تقلبی بودن. تقلبی؟ ها؟ تو چی داری میگی؟ یعنی چی تقلبی؟ تو داری با من بازی میکنی؟ نمیدونستم، من به خدا خبر نداشتم. کسی که تو رو ندیده؟ نه نه، هیچی از ندید، ولی تو همش داری به هم دروغ میگی. من خبر نداشتم. آخه اگه خبر داشتم من تو رو اونجا میفرستادم؟ آخه نمیدونستم. چی لانتی؟ لانتی؟ با
باشه 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 آروم باش آروم باش من یه راهی پیدا میکنم حلش میکنم پول پیدا میکنم میریم از اینجا مطمئن میدونم چه جوری میخوای حلش کنی ولی زود باش من حلش میکنم اما یکم طول میکشه من منتظر زمان مناسب باشم تو یه جا پیدا کن واسه موندن اگه بتونی یه جا پیدا کنی منم خودم زود میرسونم میتونی یه جا پیدا کنی باشه من جا پیدا میکنم اما پولش از کجا بیارم تو باید عجله کنی عجله کن اما جناب دادستان من محمد لازم نیست اینقدر رسمی حرف بزنی اینجا فقط خودمونی نصرت همچین چیزی چطور ممکنه من یکی رو چرا باید بکشم این یه تهمت افتراه من حرفتو باور میکنم اما بفرمایید این عکسای محلیه که جسد رو پیدا کردیم دقیقا همون جایی که طرف گفته بود من اینو میشناسم یکی از کسایی که کرمو دزدیده بود من اینو گرفته بودمش اما در رفت من که اینو نکشتمش نصرت بیا کمیسر اینم جواب آزمایشگاه گلوله ای که از جسد در آوردن به اسلحه شما تعلق داره من وقتی داشتم تعقیبشون میکردم شروع کردم به شلیک کردن آخر سرم لاستیکا رو ترکوندن ماشین به کنار جاده کشیده شد برای اینکه ماشین رو نگه دارم یه بار شلیک کردم خیلی ناراحت بودم اما نتونستم بزنم تیرم به هدف نخور نزدمش زدین آقا محمد زدین دقیقا هم به سرش زدین ظاهرا هم اینطور شده اما من همچین قصدی نداشتم یعنی به قصد کشتن به کسی شلیک نکردم جناب دادستان من با کمیسر اردالم حرف زدم آقا محمد به ایشونم همینو گفته واقعا از پشت به ماشین شلیک شده اما باقیشو نمیدونم باشه باشه من حرف تو رو باور میکنم اما الان نمیشه کاری کرد به هر حال یه جسد داریم که گزارش بالستیک تو رو نشون میده پرونده رو میفرستم به دادگاه متاسفانه امشب باید اینجا باشی ببینم فردا قاضی چی میگه کسی هست که بخوای بهش زنگ بزنی؟ چیزی احتیاج نداری؟ یعنی چی میخوان پولو پس بگیرن؟ مگه محمد برای پیدا کردن لیلا و کرم از جون و دل مایه نذاشته؟ محمد خیلی وقت لیاقت گرفتن اون پولو داره. اونش درست، اما این باید و نباید و باید به این خدایان پول فهموند. از نظر اونا پولی که میدن به لیاقت و تلاشی که کردی نیست. فقط به نتیجه نگاه میکنن. اجازه نمیدن به نتیجه برسه. واقعا غیر قابل تحمل شدن. آقا کمال سر منم غر زد که تو این آدمو پیدا کردی و از این حرفا. الو محمد، ما داشتیم از چی؟ تو کجایی؟ باشه دارم میام چی شده؟ محمد گرفتن؟ یعنی چی گرفتنش؟ چرا؟ نمیدونم نگفت فکر کنم نمیخواست پای تلفن بگه کلانتریه من میرم اونجا صبر کن منم میام عمو چی شد چی کار کردی حلش کردم دیگه لازم نیست کسی رو بکشیم
یعنی چی؟ چی داری میگم؟ نفهمیدم یعنی چی لازم نیست دیگه کسی رو بکشیم. جسد فاهیر پیدا شد، اون وکیلم به عنوان قاتلش دستگیر شد، الان دیگه قانون مجازاتش میکنه. تو به من کلک زدی، از اولم نقشت همین بود، تو رفتی گزارش کردی مگه نه؟ پسرم من دارم سعی میکنم. به هم دست نزن، سعی تو به درد من نمیخوره عمو، به محافظت تو هم نیاز ندارم. تو الان عصبی هستی، آروم بشی بهم حق میدی، این یارو میافته تو هلفتونی و تا آخر عمرین براش هست، مرگم بدتره، اینطوری انتقام فاهیرم گرفته میشه. خب مهمترین هدفم جلوگیری از صدمه زدن تو به خودت بود. یعنی چی الان تو قراره بری زندان؟ همچین چیزی امکان نداره. نه به هر حال این که قتل به عمد نبوده، اینا فردا هم قاضی میفهمه، برای همین بهتون میگم محمد، خودت میدونی اگه فردا یه موقعی قاضی تا صادر شدن حکم نهایی بازداشتت کنه باید چند ماه؟ باشه باشه باشه، تو نگران نباش، متین داره بدترین حالتو میگه. آره ما فقط باید برای بدترین حکم آمادگی داشته باشیم. عزلم جانم، تو همین مدت پیش یکی از دوستات بمون. باشه من خونه ای تو میمونم، یعنی اگه مشکلی نباشه. نه بابا چه مشکلی، فقط مواظب باش در پنجره ها رو خوب ببند، در به روی هیچ کی نکن، اگه مادرم یا اینجا زنگ زدن به اونا هیچی نگو چون نگران میشن. اون وقتی که پاشم بیان اینجا، اون وقتی که خونه خونه نیست عزاکده میشه. مراقب خودت باش. باشه تو نگران نباش. باشه Thank you.
جناب حاکم، با هدف پیدا کردن کرم در راستای همکاری با نیروهای امنیتی در حال تعقیب افراد مورد نظر بودم. با هدف پنچر کردن لاستیکا یه بار به سمت اتومبیل مجرمی شلیک کردم. هدفی هم جز متوقف کردن اتومبیل مجرمی نداشتم. از اینکه این اتفاقات به این شکل پیش رفت واقعا متاسفم. حکم به قرار زیر می باشد. با توجه به نحوه انجام جرم و مدارک و دلایل موجود و همچنین نبود احتمال گمراه کردن دادگاه توسط مظنون و با در دست داشتن مدارک مربوط به محل زندگی مظنون، حکم آزادی به قید وثیقه داده شده است. قاضی چی گفت؟ چی شد؟ هیچی. یا نجاتش داد. تو چرا؟ من خودم دفاعیم آماده کردم. پر رو؟ به هر حال به خیر گذشت. کدوم خیر؟ حالا دادگاه دارم. نگران نباش، این کار اینجا تمومه. میشه به منم بگین چی شد؟ به قید وثیقه آزاده. 40 روز دیگه دادگاه بعدی تشکیل میشه. احتمالاً یه حکم سبکم بهش میدن که یعنی هیچی نیست. خیلی خوشحالم. ممنون. بریم بچه. آزاد شد داشت. یعنی چی آزاد شد؟ نمیفهمم یعنی چی آزاد شد؟ والا منم نمیدونم داشت. آزادش کردن، گذاشتن، رفت. پیشش دیدی چی شدم اون؟ دیدی عدالتی که میگفتی چی شد؟ یعنی چی ولش کردن؟ کسی که قتل کرده رو چطوری ولش میکنه؟ ولش کردن. داج وکیل حتما یه رای پیدا کرده. اون عدالتی که میگی شامل حال بدبخت بیچارهایی مثل فاهیر من نمیشه. میفهمی امو؟ نمیشه. خودم درستش میکنم. باید خودم حلش کنم. عدالت رو خودم اجرا میکنم. اما خودم داش. در رو باز کن. داش نکن. تو رو خدا نکن. عمو حسن داش. الان کل محل جمع میشن رو سرمون. عمو تو رو خدا کلیده رو بده بابا. الان بیچاره میشین. الان همه جمع میشن اینجا. عمو حسن کلیده بده. داش بده کلیده. داش خیلی خوب آوردم. بیا کلید رو بگیر. داش آوردم کلید. ناش بیا خودم برات باز میکنم. کالکو پسرم داری اشتباه میکنی. چشم از اون زنه و پسر بر ندار.
بفرمایید. آقا مراد خودت دیگه؟ بله. خوب حرفامو گوش کن، اگه میخوای به خواهرز بسه دیگه، از دست شیادای مثل تو خسته شدن. اگه چیزی برای گفتن داری برو به پلیس بگو، اگه راست باشه پولو میگیری. الو الو الو، بیشرف جواب بده، جواب بده. خاک بر سرت بگیری تا اگه شانس داشته اینطوری نمیشد. خب حالا بگو ببینم چی میدونی. اولا چرا قطع میکنی تلفن مرتی که ها؟ اگه زودتر حرفتو نزنی بازم قطع میکنم. خواهر و خواهرزادت پیش منه. احمقی که به ذهنش نمیرسه تلفن من شنود میشه، نمیتونه خواهر و خواهرزادمو دزدیده باشه. بی حرف اضافه موقف. تو بگو ببینم چی میخوای. در عوض خواهر و خواهرزادت 2 میلیون لیر. نه، باید بهم ثابت کنی پیش تو هستن. سب کن، سب کن. یلا حرف بزن. آلا لیلا داداش، داداش عزیزم، حالا دیدی؟ 2 میلیونو خیلی سریع آماده کن تا از خودم بهت بگم کجا بیاریشون. ببین ببین، این دفعه بخوای کلک بزنی پول تقلبی بیاری، جون هر دو چون تو دستای منه. خفشا لانتی. از بلایی که سر محمد اومده خبر داری؟ نه، چی شده مگه؟ جسد یکی از کسایی که کرمو دزدیده پیدا شده. ظاهراً محمد اشتباهی زدتش، کم مونده بود بیفته هلفتونی که با وثیقه آزاد شده. من وقت این چیزا رو ندارم، الان باید برم. صبحت بخیر، ساعت ها بگرم. بیا بشین تا سرد نشده. تو خونه هر چی پیدا کردم ریختم توش، یه چیزی مثل شوربا شده. دوست داری که؟ معلومه که دوست دارم. شروع کن تا سرد نشده. خیلی بد شده؟ نه خیلی خوب شده. دست درد نکنه. پس چرا نمیخوری؟ نمیتونم بخورم، اشتها ندارم، ببخشید. محمد آزادت کردن، احتمالاً تو دادگاه بهت حق میدن و تبرئه میشی. اینقدر خودتو اذیت نکن. من یه آدم کشتم ازلم. عمدن که نکشتی، تصادفی. آره تصادفی بود، اما به هر حال یه زندگی بود. و این برگشت پذیر نیست. وقتی پلیس بودم چند نفر رو زخمی کرده بودم، اما هیچ وقت کسی رو نکشته بودم. قیافه پسر از جلوی چشم نمیره.
خیلی صاف و ساده بود، اما اصلا شبیه آدم های اون دنیا نبود. با خودم میگفتم این پسر با این آدم ها چی کار داره؟ حتما کسی مجبورش کرده بوده، کسی چه میدونه؟ تو بهترین آدمی هستی که تو زندگیم شناختم. پس احتمالاً آدم های زیادی رو نشناختی. مطمئن باش انقدر زیاد شناختم که اینو بتونم بهت بگم. واسه اینکه جایو ببری رو هوا کافیه بمب جاسازی کنی و به این تلفن زنگ بزنی. فقط همینه تو دست و بالم دارم. اگه باز زمان بندی و اینا بخوای باید چند روزی صبر. نمیخواد، همین خوبه، میبرمش. فالکو، تو اینجا چی کار میکنی عمو؟ پسرم، داری اشتباه میکنی، بیا یکم حرف. کار من دخالت نکن. نمیخواد دنبالم بیای، نیا. دنبالم نمیای. دست تو بکش.